دختری رحمان به ریتینگی از همه با نفوذترین دختران راهبرهای جهان داخل شد. تاجیکستان در تاریخ کشور به ارزش‌های والاترین رسید. رحمان. هر سال شرکت تلویزیونی بی بی سی لایحه‌ای 100 زنان که در حیات کشورشان فعالیت بی‌واسطه دارند می‌گذراند. امسال شرکت دختری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، آزاده رحمان را در ریتینگ خود داخل کرده است. چون قاعده در ریتینگ مذکور دختران لیدرهای حکمرانیان از جمله لیدران کشورهای ترکیه، پاکستان، انگولا و غیره شامل می شوند. دختران پرزیدنت ها با شرافت پدرشان خود را همچون ملکه حس می کنند که با آنها در کشورشان همه چیز ممکن است. داخل کردن آزاده رحمان به چنین ریتینگ تعجب آور نیست، زیرا به همه معلوم است که رژیم رحمان در تاجیکستان آیلوی بوده، فرزندان آنها در جنایت های پدرشان اشتراک فعال می ورزند. امام علی رحمان بخشیده به نوروز میزی مدور گذراند که در آن زیاییان علم و فن اشتراک ورزیدند. رحمان قید نمود که زیاییان باید به جوانان برسانند که تاجیکستان در تاریخ کشور به ارزش های والاترین رسید و جوانان باید از این فخر نمایند. شما باید در قلبی هر یک نوروز و جوان افتخار ملی و حس وطن دوستی را بیدار نمایید. برای آموختن علم و فن، از خود کردن کسب و هنر، اینچنین برای آبادانی وطن عزیزمان به آنها نصیحت کنید، گفت رحمان. اینچنین پرزیدنت به جمع شدگان یک قطار نقشه ها را گذاشت، از جمله ترغیبات نایل شوی بزرگ ملت ما، صاحب استقلال و آزادی برای قوی گردانی استواری سیاسی، وحدت، یکدیگر فهمی، غرور ملی، حمایه منفعت های تاجیکستان عزیز، زبان، مدنیت، انعنه های ملی و جشن و مراسم ها عبارتند. ولی رحمان دستاوردهای عنیقی را ذکر نکرد که طول 25 سال آخر به آن نایل شده باشد. با عقیده بلاگری تاجیک فیردوس سلیمزاده، نتیجه 25 سال حکمرانی رحمان این است که بیش از میلیون نفر شهروندان تاجیکستان مهاجران مهنتی شدند. سطح معارف به یک چند مراتبه کاهش یافت. تاجیکستان از همه قشخترین دولت در منطقه به حساب می رود. در یک چند محل زیست خط قوه برق وجود ندارد. 40% اهالی تاجیکستان از آب نوشاکی تازه محروم می باشند. کپلی وادا تم نیدازنه و لیشنی راست.